به نام خدا. جلسه شروع درسه ریاضی توی رشته زیست‌شناسی هستیم. جلسه پیش راجع به معکوس معادلات صحبت کردیم. یادتون باشه گفتیم در تعریف یک ماتریس معکوس پذیر گفتیم اگر معادلات مربعی باشه، اگر آ یک ماتریس n در n باشه، n در n با درایل از حقیقی این ماتریس مربعی n در n و b متعلق به m n در n r برای ماتریس مربعی دیگه مثل b چنان وجود داشته باشد که A B مساوی B A مساوی ماده همایی بشه. در این صورت A را ماتریس معکوس پذیر میگویم. همین در جلسه گذشته اینو بازش کردیم. گفتیم در ماتریس یک در یک، اگه ماتریس یک در یک در نظر بگیریم، مثلا A و معکوس پذیر هم عکس آ میشه، مثل عمل ضرب. پس بنابراین معکوس پذیر زمانی که آ مخالف صفر باشه. همیشه هم این ماتریس معکوس پذیر نیستن. مثلا ماتریس صفر معکوس پذیر است. پس اگر یک در یک در نظر بگیریم، معکوسش میشه یک بر آ که ضربشون با هم میشه مثل همونی یک. اگر ماتریس دو در دو در نظر بگیریم، دو در دو بگیریم، یعنی آ باشد ماتریس آ بی سی دی یا A1-1، A1-2، A2-1، A2-2 دیدی که معکوسه ها رو جوریشون داریم مساوی یک بر A1-1 در A2-2 منهای A2-1 در A1-2 در ماتریس A2-2 A1-1 منهای A1-2 A2-1 با توجه به ضریبی که معکوس به وجود میاره، شرط لازم و کافی برای معکوس پذیری ماتریس دو در دو آ اینه که این است که A1-1 A2-2 منهای A2-1 مخالف صفر باشه، چون برای که شرط مبهم ایجاد نمی‌کنه. در میگم خود از تو جا به جا کردیم، خود فرعی رو قرینه کردیم، در اون ضرب کردیم. خب اما ویژگی‌های معکوس ماتریس ها ببین، شرط اول که میگفتیم در این باشه، نکته دوم که اگر این ماتریس معکوس کردیم، معکوس پذیر بود، خب تفصیل میدم اینجا یه نکته بعد خواهد میدم. توجه کنیم که معکوس یک ماتریس در صورت وجود منحصر به فرد است یک. پس معکوس منحصر به فرد یعنی چی؟ وقتی معکوس منحصر به فرد ما چکار میکنیم؟ اول همواره معکوس ماتریس آ را با آمنهای یک نمایش میده. ببینید دو تا نکته وجود داره همیشه وقتی که یه اسم‌گذاری کامل رو انجام بدید. اولی که وجوده که گفتیم اگه ماتریس معکوس پذیر باشد که ماتریس مثل بی هست باشد. چند تاست؟ فقط یکی معکوس اگه وجود داشته باشه و با آمنهای یک وجود میده. بنابراین ما اینو داریم که آمنهای یک آ مساوی است با آ آمنهای یک مساوی ماتریس همانی. خب یک ویژگی اول منحصر به فرد. ویژگی دوم، اگر از یک ماتریس معکوس پذیری از معکوسش معکوس بگیری حتما به خود آ میرسی. بنابراین تفاوتی رخ نمیده. بنابراین آی اینورس اینورس میشه خود آ. سه، اگر حاصل ضرب ماتریس های معکوس پذیر است. یعنی چی؟ یعنی اگر
آ و بی خودشون معکوس پذیر باشن. آ و بی ماتریس های معکوس پذیر باشن. نگاه آ در بی معکوس پذیره، معکوس هم میشه بی منهای یک در آ. این سیتا مبحث دارد به معکوس پذیر حتما در جاهای مختلف برای شما خیلی مهم خواهد بود. اما اگه دقت کرده باشید در ماسای دو در دو معکوس هم اگه آ باشه مثلا آ بی سی دی، شرط معکوس پذیر چی بود؟ آ معکوس پذیره، معکوس پذیره اگر و تنها اگر این عدد عادی منهای بی سی مخالف صفر. چرا؟ چون این در مخرج ظاهر میشه. اینجا شما میبینید تو مخرجشون ظاهر میشه معکوس پذیری آن فقط به یکی مخرج مخالف صفر باشه. اما این یه تکنولوژی جدیدی هستش که در مخرجهای مختلف خیلی مورد استفاده قرار میگیره. این مخرجو بهش میگن دترمینانت و در حالت کلی دترمینانت رو به این شکل تعریف میکنه. این عددی که اینجا به عنوان شرط مطرح میشه بعد ما دترمینانت ماتریس دو در دو معرفی میشه. اما دترمینانت چیه؟ دترمینانت یک ماتریس پس تعریف دترمینانت. دترمینانت ماتریس آ رو دترمینانت ماتریس آ را با دت آ نمایش میدهن و اینجا تعریف میکنن دترمینان آ مساوی است با. ببین اگر آ یک در یک باشه، اگر ماتریس چند باشه؟ یک در یک باشه میشه خدا یک دو. اگر آ ماتریس چند در چند باشه؟ دو در دو باشه میشه آ بی آ یک یک آ یک دو آ دو یک آ دو دو. دترمینان آ میشه قطر اصلی درش آ یک یک آ دو دو منهای قطر فرعی آ یک دو آ دو یک. سه اگه ماتریس سه در سه باشه یعنی میشه آ یک یک تا آ یک سه آ سه یک تا آ سه سه. دترمینانش به این صورت معرفی میشه دترمینان آ مساوی است با بدون کامل هم بنویسم آ یک دو آ دو یک آ دو دو آ دو سه و آ سه دو. ببینید برای معرفی دترمینان سه در سه همیشه نسبت به یه سطح این قاعده رو می‌نویسن فرمول دترمینان. مثلا سطح اول نسبت به آ یک یک سطح و ستونی که در آ یک یک با هم متقاطع هستن رو رسم می‌کنیم یا رو حذف می‌کنیم. یه ماتریس دو در دو می‌مونه نگاه کنیم به این صورت. توی فرمول این ماتریس‌های کوچیک که می‌بینیم بهش میگن ماتریس کهال، ماتریس کوچیک‌تر، ماتریس مینور. خب از این استفاده می‌کنم برای معرفی دترمینان ماتریس چیز 3 در 3. پس من چیکار می‌کنم؟ سه تا ماتریس دو در دو استفاده می‌کنم و دترمینان آ مساوی میشه با آی یک یک در دترمینان ماتریس آ دو دو آ دو سه آ سه دو آ سه سه به من هایی نگاه کنید. سطح و ستونی که در آی یک متقاطع شد رو حذف کردم، یه ماتریس دو در دو مون اون ماتریس دو در دو رو دترمینانش رو در آی یک در دو کنم. یک در میون مثبت منفی، اولی مثبت دومی منفی، بعدی میشه آ دو دو آ یک دو باشید آ یک دو. این و این سطح رو مقایسه کنم نشون بدم این ستون و این سطح رو حذف میکنم کدوم ماتریس میمونه؟ این چهارتا میمونه در ماتریس آ دو یک آ دو سه آ سه یک آ سه سه دترمینانت. پس آ دو یک آ دو سه آ سه یک آ سه سه با دترمینانت کنه و در نهایت این سطح و ستونی که در آ یک سه قطع میشن این ماتریس رو به شما خواهد داد. این ماتریس پس میشه به اضافه آ یک سه در دترمینان ماتریس آ دو یک
آ دو دو آ سه یک آ سه دو. حالا اگر محاسبه انجام بدم مساوی میشه با آ یک یک در آ دو دو منهای آ سه سه منهای آ دو سه ضرب بر آ سه دو منهای آ یک دو در آ دو یک آ سه سه منهای آ دو سه آ سه یک به اضافه آ یک سه در آ دو یک آ سه دو منهای آ دو دو آ سه یک. این یه نماس سه درسته. قطعاً دترمینان در مرتبه های مرتب بسیار پیچیده میشه، اما یه فرمول کلی که برای دترمینان معرفی میکنم همین هستش. نسبت به هر سطح ستونی که شما بخواید انتقال بدید همین فرمت سطح ستون رسم میکنید، مادوس رو کاهش میدید به درجه پایین تر، وقتی درجه پایین تر میاد راحت میشه استفاده کنید. این هم سه تا بخش از این روزی مثال بزنم. مثال من سه درسته مثال بزنم که راحت تر بشید. مادوس آب مختصات یک منهای یک سه سف دو شیش پنج یازده منهای چهار. نگاه کنید مساوی با دت آ مساوی است با، پس میگم چی؟ تو ذهنم به ایجاد عمل میکنم، اول نسبت به یک بحث میدم میشه این مادیس دو منهای چهار میشه منهای هشت منهای شست و شیش دیده کچکتر بریمیسیم که خیلی سخت نشه. یک بزنم این که انجام میدم دو منهای میشه منهای هشت منهای شیش میشه منهای چهارده ضرب در یک میشه منهای چهارده منهای نسبت به این بحث میدم میشه صفر شیش پنج منهای صفر در میشه صفر منهای شیش پنج به سی تا میشه منهای سی درسته؟ این یک در منهای چهار چهارده میشه دوباره کنیم آخری میشه به اضافه سه در این رو بنویسم میشه این ماتریسی که اینجا میبینیم این ماتریسی صفر یک صفر منهای دو پنج تا ده تا میشه منهای ده تا. خب به ترمینال چند؟ منهای چهارده به اضافه سی به اضافه سی به اضافه سیه به اضافه سی قسمت آخر این منهای ده بودیم صفر در یک منهای دو در چون منهای در چون منهای سی پس میشه منهای چهارده عدد دترمینان. خیلی هم در جاهای مختلف این تکنولوژی استفاده میشه. یک قضیه داریم ما این اهمیت دترمینان در این قضیه اگر آ یک ماتریس n در n در روی R باشد در این صورت A معکوس پذیره اگر دترمینان A مخالف اگر دترمینان مخالف صفر باشه آ حتما معکوس، یعنی اهمیت مطالعه دترمینان در معکوس پذیری ماتریس نورمال پذیر هستش. حالا سوال مطرح میشه که اصلا نورمال پذیری به چه درد میخوره در مثلا تئوری ماتریس ها. در تئوری ماتریس ها گفتیم ماتریس یکی از ابزار بسیار مهم در نظریه دستگاه معادلات. مثلا شما میگی چی؟ یه دستگاه معادلات دارید آ یک یک ایکس یک به اضافه آ یک دو ایکس دو به اضافه آ یک ان ایکس ان مساوی با بی یک، بعد آ دو یک ایکس یک به اضافه معادله دوم آ دو ان ایکس ان مساوی با بی دو و همچنین آ ام یک ایکس یک به اضافه آ ام ان ایکس ان مساوی با چی؟ بی ام. به این میگن یک دستگاه معادلات. ببینیم یک دستگاه معادلات دستگاه معادله با ان مجهول و ام معادله. یک دستگاه با ام مجهول و با اینا مجهول هستن، اینا چی هستن؟ معادله ها هستن. این تا معادله بدیم و این تا مشهور. برای مطالعه دستگاهی فرمی
خیلی خب جاهای مختلف این دستگاه معادلات مورد استفاده قرار میگیره، اما اگه بخوایم تئوری مطالعه در واقع دستگاه های معادلات رو بررسی کنیم، ببینیم چقدر قشنگ این نوع معادله هایی که به ظاهر خیلی هم پیچیده میرسن، همون معادله های درجه اول خیلی ساده هستن. قرارداد حیاتی ببینید، من این ماتریس ضریب معرفی میکنم، ماتریس ضرایب دستگاه معادلات. ببینید در همین دستگاه معادلاتی که میبینید، سیستم آف اکویشنز، داریم که یک ماتریس آ داریم به مختصات A1 A2 A1n تا AM1 AM2 تا AMN. این هم ماتریس آ. متغیر داریم X1 X2 تا XN. معلوم داریم B مختصات B2 تا BN یا N باش. حالا چه اتفاق افتاده؟ دستگاه AX مساوی با B رو داریم حل میکنیم. آیا مستند در چنده؟ N در M در N. این N در 1ه، این M در 1ه، درسته؟ پس دستگاه AX معادله AX مساوی با B تو کجا؟ تو فضای RN. پس A رو میگیم به عنوان یه تابع نگاه میکنیم، از RN به توی از RN باشه به توی RM که X رو برمیده برای به AX که اسمی باشتیم B. پس بنابراین دستگاه معادلات به اون پیچیدگی تبدیل میشه به یه معادله به این فرمی AX مساوی با B. حالا اینجا رو حل میکنیم، معادله معادله مرتبه اول تو فضاهای RN خیلی هم کار کردن باشون، در واقع در قسمت های مختلف پیچیده میشه. اما یه رو نگاه کنید در نگاه اول، در نگاه اول اگر A ماتریس معکوس پذیر باشه، اگر A ماتریس معکوس پذیر باشه، طرفین رابطه استار رو در آمنهای ضرب کنید، میشه آمنهای AX مساوی به آمنهای در B. این میشه X مساوی به آمنهای B. اگر A مصدر معکوس پذیر باشه، اون معادله AX مساوی با B فقط و فقط یک جواب دارد، فقط و فقط یک جواب منحصر به فرد دارد که اسمش از آمنهای یک B. پس معکوس پذیری که بعد بده ترین رو رد پیدا میکنه به حد دستگاه ها خیلی کمک میکنه وضعیت. حتی یه قضیه میتونیم بگیم در خصوص دستگاه معادلات که اینجا من رو پاک میکنم چون یکم نوشتنش وقت گیره بزنیم ببونه. یه قضیه میتونیم بگیم، قضیه میبیگه ما بزنیم که دستگاه معادل AX مساوی با B، AX مساوی با B اگه B صفر باشه بهش میگن همگن، اگه B غیر صفر باشه میگن ناهمگه. پس AX مساوی با صفر روش میگن دستگاه معادله های یه دستگاه معادلات همگه، همگه هستش. بچه بگیم که اگر آیه معادلات مثلا N در N باشه، خب اونجایی که البته معکوس پذیر حتما باید از RN با RN باشه، یعنی آن از RN به RN نگاه میکنید، یعنی آن ماتشن در چنده؟ N در N. این در حالت کلی بود، اما در حالت خاص مربعی با معکوس پذیری به ارتباط داره. میشه بگیم ماتریس اصلا سه تا آوال زیر با هم معادلن، سه شرط زیر میشه بگیم با هم دیگه معادلن، شرایط زیر با هم معادل هستن. یک AX مساوی با صفر فقط جواب صفر دارد. جواب صفر جواب بدیهی دیگه، به این جواب بدیهی هم میگن. چرا بدیهی؟ چون صفر داری معادله صفر میگه در معادله همگه به یک بده صفر چی جواب هست؟ جواب بدیهی میشه جواب صفر، جواب خیلی جواب غیر صفر میشه. دو A معکوس پذیره، سه دترمینان A مخالف صفر.
این سه شرط به راحتی مشخص می‌کنه که دترمینال معکوس‌پذیر و دستگاه مدل چه ارتباطی با هم دارن. پس در مدل همگن فقط جواب بدیهی داشته باشیم، آ معکوس‌پذیر دترمینال مساوی مخالفش هم باشه صفر باشه. پس اگر یک معادله دستگاه معادلات شما داشتیم که جواب همگن بود، جواب غیر صفر داشت یا بیش از یه جواب داشت، قطعاً آ معکوس‌پذیر نیست. نتیجه اینو می‌گیم که نتیجه برای ماتریس غیر وارون پذیر معکوس پذیر میگن، وارون پذیر هم میگن، غیر وارون پذیر آ دستگاه آیکس مساوی با بی بی نهایت جواب دارد. اینو حتما داشته باشیم که حتما ارتباط معکوس پذیر و اینها رو مشخص میکنی که برای ما خیلی بود. اما اگه یادتون باشه در جلسه اول ماتریس ها وقتی خواستم اون رو معرفی کنم، گفتم ماتریس اشیایی هستن که برای ما از دو منظر، از دو نگاه مهمه. نگاه اول یه سری اشیایی بودن در ریاضیات که ناجابجایی بودن نسبت به عمل ذهب، یعنی آبی با بی آ برابر نبود، که در قسمت های بعد یه مدل غیر جابجایی ریاضی مهم هست و در جوانی مختلف استفاده میشه. اما نکته دوم دستگاه اسم ماتریس ها میان یک عمل هندسی رو در ریاضیات جبری میکنه، مثلا دوران رو، درسته؟ تجانس رو، اینا رو من ماتریس درست میکنه. گفتیم آ اگر ایکس بردار باشه در فضای آر این، درسته؟ آ یک ماتریس، آ یک ماتریس ام در ان باشد، آنگاه AX یک بردار در آر ان که در اون آ از ایکس میره به کجا؟ از آر ان میره به کجا؟ به آر ام با ضابط ایکس برود به AX. خب یه ماتریس وقتی در یک بردار ضرب میشه یک بردار جدید تولید میکنه، دیگه نه؟ یه بردار جدید تولید که این بردار میتونه دوران باشه، میتونه تدارس باشه، قسمت قبل مثال داره. خب اما بعضی از ماتریس ها بعضی از بردار ها رو نه دوران میدن انتقال خاص، فقط یا رو بزرگ یا کوچیکترش میکنن، طولش رو یا جهتش رو عوض میکنن. بنابراین من اگه بخوام که در واقع دستگاه مختصات نگاه کنم، x و y یه بردار v هستش، ماتریس x مثلا x رو درست بشه، ماتریس ax در ضرب میشه میشه مثلا بردار ax، دوباره ضرب میشه میشه چیز دیگه مثلا یا بردار یه حرف. اما بعضی از بردارها رو ماتریس a یعنی ماتریس y رو به شما دادن، y رو به شما دادن ماتریس بردار y، آ در این ضرب میشه که بردار این آوار، یعنی یکم طولش اضافه کرد، هم جهت به اون، یا منفی میشه میاد اینجا مثلا میشه آوار. خب به این سوال میشه مطرح کرد یک ماتریس در چه صورت، یک بردار را یک بردار را فقط به ضریب عددی از خود آن بردار تبدیل می کند. ببینید این ماتریس، این بردارها بردارهایی هستند که مثلا آ شده چی؟ شده آ برابر وای، لاندا برابر وای، اینجا بشه سوی لاندا بشین برابر با وای، یه عدد در وای زد. وقتی شما یه بردار رو در عدد در کنید طولش کوچیک میشه یا در همون راستا بزرگ، یا راستاش عوض میشه طولش کم زیاد میشه. این قسمت رو میگید آیا برای چه ایکس هایی؟ برای چه ایکس های آی ایکس میشه لاندا ایکس که لاندا عدده. نگاه کنید این مهمه، این بردارها رو میگن مقدارهای ویژه، این بردارها را
مقدارهای ویژه مینامند. چرا بهش میگن ویژه؟ چون کلیه مشخصات یک ماتریس از طریق بردارهای ویژهش قابل بررسیه، چون کلیه شخصیت ماتریس آ در بردارهای ویژه آن مستطر است. این مهمه. خب بیر بهتر تعریف کنیم، جنبندی کنیم که میبینیم اگه بخواییم به عنوان تئوری به این نگاه کنیم چی باید بگیم؟ یه تعریف داشته باشیم. تعریف فرض کنیم آ یک ماتریس مربعی N در M روی R و باشد. در این صورت بردار غیر صفر نه و غیر صفر AX را یک بردار ویژه آ گویند هرگاه عدد ثابتی چون لاندا متعلق بار باشد که AX بشه لاندا X. یعنی بلایی که سر X مد توسط آ فقط طولش یا جهتش جابجا بشه در همون راستای بردار ما بده، یعنی AX هم راستا با X باشه. در این صورت X رو میگن بردار ویژه، لاندا رو میگن مقدار ویژه، به هم ارتباط دارن. آیگن وکتور و آیگن ولیو. آیگن ولیو یا آیگن وکتور بردار ویژه و مقدار ویژه. بردارهای ویژه و مقدارهای ویژه همچنان که گفتم کلیه ویژگی های یک ماتریس رو در بر دارن و خیلی قشنگ میتونن واسه آنالیز کنن. اما ببینیم یه سوال، اول یه مثال بزنم، یه مثال بزنیم که چطور ببینیم که ببینیم واسه مثال آره ببینیم ماتریس یک 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 دوم یک سوم درسته؟ اول ببینیم بردار مثلا منهای سه و چهار اثرش بدیم. آ در یک 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 دوم یک سوم در منهای سه و چهار اثرش میدیم. طبق ضربی که شما میدونید این در این منهای سه، این در این دو میشه منهای یک، این در این منهای سه، این در این چی باشه؟ چهار سه دوم دو میشن؟ بله سه دوم بودیم که کسی ندیدم محاسباتون سخت در بشه. منهای سه بود در واقع شیش میشه سه. ببینیم چه اتفاق افتاده برایم اصلا این بردار ویژه هست یا نیست، میشه با شکل نشون بدیم. این غیر ممکنه مزدری از منهای سه و چهار باشه، این مخالف هر لاندا در منهای سه و چهار باشه. اگه شما بنویسیدش قطعا چنین جواب به دست نمیاد. ببینید هم از لحاظ جبری میشه که هر اندسی ببین منهای سه و چهار کجاست؟ منهای سه توی محور x ها و چهار محور y ها، اگر وصل کنیم به هم دیگه میشه بردار منهای سه و در واقع چهار میشه بردار v. بردار w چی میشه؟ v یا ax که av میشه av. av رو حساب کنیم، منهای یک توی محور x ها، سه رو محور y ها میشه av. درسته؟ بردار آبی و بردار بی هم راستا نیستن، مثلا موازی هم نیستن. میشه ثابت هم که شما دید لانده ایسه در منهای لانده سه بعد میشه منهای یک، منهای لانده شما میشه سه، لانده چه جوابی نخواهد. پس منهای سه و چهار بردار ویژه نخواهد بود. خب اما بریم یک بردار دیگر رو تست کنیم. بردار دیگر رو بذاریم اسمشو منهای یک و یک و دو، یک و دو
خب اینا رو بگیریم V جدید آبی رو تشکیل بدیم میشه یک یک دوم یک دو سه سه دوم ده یک و دو اگه ضرب رو انجام بدیم یک در یک یک دوم در دو میشه دو یک در یک سه دوم در دو میشه چهار جمع میشه این مساوی است با دو برابر یک و دو مثلا خود به خود محاسبه شد آبی شد دو تا وی یعنی وی بردار ویژه و دو مقدار ویژه خواهد بود این نقطه ای هستش که ما تو ساختار کارامون استفاده میکنیم از این مثال میشه ببینیم که بردارهای ویژه و مقدارهای ویژه چه نقشهایی رو بازی میکنن برای کارمون اما واقعا کلیتر نگاه کنیم یه تئوری کلیتر بخواییم نگاه کنیم نگاه کلیتری داشته باشیم به مسئله ببینید اگر آ ماسه چند در چند باشه ام در ام باشد روی آ مربعی روی هم یه بردار باشه توی آر ام خب که میدهد بردار ویژه است بی بردار ویژه باشد یه فرد ماست فرد یک باتری ان در ان یک بردار ویژه حالا پس یه لاندا این طبق فرض وجود داره که آبی میشه لاندا بی من لاندا بی داریم طرف آبی منهای لاندا بی مساوی است با چند صفر از بی آن را فاکتور بگیریم میشه آی منهای لاندا آی در بی بچه شاید بگن آی چیه؟ نگاه کنید این بردار ضرب در یکیه یک عدد در واقع اینجوری بوده بوده آبی منهای لاندا آی بی که وقتی بی رو فاکتور بگیه از جنس بگیه ماتریس فقط منهای ماتریس بشه ماتریس منهای عدد معنی نمیده اینجوری بوده که آی بی میشه خود بی دیگه درسته؟ اینجوری نبشه یکم دقت کنیم که توش آی مستطر وقتی لاندا رو فاکتور میگیری فاکتور تو فضای ماتریس هاست فاکتور نگیم از این بگی میمونه لاندا لاندا آی میمونه به این صورت مساوی باشه خب چه کمکی به شما کرد؟ بردار ویژه من رو راهنمایی میکنه به چی؟ به یک دستگاه معادلات همگن دستگاه معادله همگن خب دستگاه معادله همگن چی به شما میگه؟ در دستگاه معادله همگن جواب غیر صفر داریم اگر و تنها اگر بی مخالف صفر ها بردار ویژه مخشون ببین همیشه آ در صفر میشه صفر دیگه این همیشه هر لانده در ویژه معنی نداره بردار صفر حتما بردار ویژه باید مخالف چی باشه؟ صفر باشه بردار ویژه باید مخالف صفر در تعریف داشتیم بردار غیر صفر بطمان دقت کنیم پس وقتی با این لانده بی مخالف صفره یعنی دستگاه آمنهای لاندا آی جواب غیر صفر داره در چند قسمت قبل گفتم دستگاه آی ایکس مساوی با صفر جواب غیر صفر اگه با تنها اگر چی باشه دترمینان ماتریس صفر بشه یعنی معکوس پذیر نباشن اگه با تنها اگر دترمینان جواب غیر صفر داره پس دت آی منهای لاندا آی مساوی با صفره چون آی منهای لاندا آی معکوس پذیر نیست حالا این شده یه مسئله جالب یعنی من مفهوم و تئوری بردار ویژه رو تبدیلش کردم به یک رابطه جبری که شما دوست دارید ببینید حالا الان شما توی مثال قبل چی گفتید؟ گفتید یک و دو بردار ویژه است دو هم مقدار ویژه است دیگه حالا من بدونم که اصلا مقدار اونجوری انجام بدم مثلا رو حل میکنم آ هست چند؟ یک یک دوم یک یک سوم درسته؟ آ منهای لاندا آی رو تشکیل میده یادتون دقت کنید که این موضوع چیه؟ آ واسه یک 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 دوم یک سومه
چون تو فضای واسه دو دردو هستیم، آیم همون واسه دو دردو میگیریم، میشه لاندا در یک یک سف سف واسه همانی دو دردو. این میشه چند؟ یک 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 دوم یک سوم منهای لاندا سف سف لاندا، چون لاندا در همه عناصر ضرب میشه دیگه. این هم مساوی است با یک منهای لاندا، درسته؟ یک سوم منهای لاندا، یک دوم و یک. آه، حالا واسه چی؟ اگر بخواد وی بردار ویژه باشد یا لاندا مقدار ویژه، باید دترمینان صفر بشه. من دترمینان صفر میکنم، دترمینان این ماتریس رو صفر میکنم. آی منهای لاندا آر دو در دو دمیم، چون حاصل در قطع است. وی یک منهای لاندا در یک سوم منهای لاندا منهای. اگر شما دست رو بندی کنید میشه چی؟ میشه لاندا دو، میشه لاندا دو. خب مجموع جملات غیر مشترک یک و یک سوم میشه چهار سوم، میشه منفی چهار سوم به اضافه یک سوم. اگر اشتباه نداشته باشم، یه حال لاندا به اضافه یک سوم میشه منفی یک سوم، منفی چهار سوم، یک سوم، منفی مثبت منهای یک سوم، یک دوم مساوی است با در این سکونه. خب این اتصال جمع بردش کنم، میشه لاندا دو منهای چهار سوم لاندا به اضافه یه ببین این میشه چند؟ دو شیشم، منفی سه شیشم، میشه منفی یک شیشم، یک شیشم. حالا مساوی با صفر قرار میدیم. اگه دترمینان صفر شد، توی صفر این بردار ویژه وجوده، دترمینان مساوی با صفر قرار میدن، جواب اینا رو حل میکنم، هر چی که به دست اومد مقدار ویژه رو، چون این مثال رو میخوام مقایسه کنم، اجازه اینجا بنویسم مطلب رو. خب اگه این معادله رو با هم دیگه صفرش کنیم میشه چی؟ میشه شی لاندا دو منهای چهار، لاندا دو منهای چهار سوم لاندا منهای یک ششم مساوی با چند؟ صفر. درسته؟ میشه مساوی با فعلا شیشی در کنیم، میشه شیش لاندا دو منهای چهار لاندا منهای یک مساوی با صفر. از دستور به هم حلش کنیم، میشه لاندا مساوی با منفی بپریم برای مثبت رادیکال بی دو منهای چهار آسیب، بی دو میشه چهار منهای چهار آسیب میشه بیست و شیش، بیست و چهار مثبت تقسیم برای آ شیش بپریم دو چهار منهای بی بپریم دو منهای منه آسیب آسیب رو باشیم. اشتباه کرده اینجا؟ یک منهای لاندا یک سوم منهای لاندا میشه چند؟ یک سوم مثبت لاندا چهار سوم بذاره چهار منفی چهار سوم به اضافه یک سوم منهای منهای شیش، درسته؟ الان اونجا دو میذاشتیم جواب بدهیم مثلا ها من عجبه کردم باز من این جمله رو اشتباه نوشتم. نگاه کنیم یک دوم سه دوم، من باز اینجا اشتباه کردم، سه دوم سه دوم سه دوم سه دوم سه دوم و خب میشه لاندا دو جمع اینها میشه پنج سه پنج دوم پنج دوم جمع اینها میشه پنج دوم در لاندا میشه منهای پنج دوم در لاندا. اگه دقیق‌تر بخواییم بنویسیمش میشه لاندا دو منهای پنج دوم لاندا به اضافه سه دوم منهای یک دوم مساوی است با حالا اگر جمع بندی کنیم میشه مرد و لاندا دو منهای پنج دوم لاندا به اضافه یک مساوی با
صفر. اگه لاندا رو بدین یک جواب میشه اینجا پردش کنید به راحتی میشه محاسبات رو اینجا به دست بکنید. جواب لاندا میشه دو لاندا دو منهای پنج لاندا به علاوه دو مساوی با صفر در دو ضرب کردن. دستور به لاندا مساوی است و منفی بی برای ما صورت کار بی دو منهای چهار هستی دو دو تا چهار شونزه هستن تقسیم بر دو چهار. پس لاندا مساوی است با پنج برای مثبت سه تقسیم بر چهار. پس مساویه با پنج و سه هشت تقسیم بر چهار دو یکی از جواب ها. پنج منهای سه دو تقسیم بر چهار یک دو. پس دو تا مقدار ویژه دارد که یکیشو قبلا دیده بودیم و یکیش هم میشه یک دوم. بخواهی بردار ویژه وابسته به دو رو حساب کنیم که در واقع اگه بخواهیم بردار ویژه وابسته به دو این هم میشه چی؟ مقدار ویژه مقدار ویژه حالا بردارهای ویژه وابسته به دو اینجوری حساب میشه. بعد معادله AX مساوی 2X رو حل کنیم. AX هست چی؟ یک دوم یک سه دوم در XY مساوی با 2X دوم. اگر این رو حل کنیم بردارهای ویژه وابسته به ماتریس حساب میشن. لطفا توجه کنید به این بخش. حالا من ضرب کنم رابطه اینجا رو میشه دستگاه x y دوم x به اضافه y دوم مساوی داد این در این این در این میشه دو سایه با دو x و این در این این در این میشه x به اضافه 3 دوم y مساوی است با 2 y. از این نتیجه میگیرم در واقع 2x 4x میشه y دوم مساوی با x. یه رابطه از اینجا این میشه y دوم در دو ضربش کنم میشه 2x 3y 4y 2x مساوی با 2x مساوی با y تمام رابطه بارست. حالا پس چی میشه؟ مجموعه اگه بگم مجموعه بردارهای ویژه وابسته به یه چیز لاندا مساوی با دو مساوی است مجموع همه x و y هایی که 2x مساوی با y و x متعلق به چی r. اگه دقیق‌تر بنویسیم مساوی مجموع همه مثلا 2x و x هایی که x متعلق است به r. خب چند تا بی نهایت است به جای اینکه بذاریم یک بردار دو یک برسیم یکیش بردار دو یک به دست میاد ایگرگ مساوی است با دو برعکس هم چند بگه ایگرگ مساوی با دو ایکس ایگرگ مساوی ایکس و دو ایکس پس میشه چند؟ یک و دو همه که برداره بیجی که ما برش میگشتیم این روال کلی کار هست. پس اگه شما ماتریس دادن گفتن مقدار ویژه و بردار ویژه رو حساب کنید ابتدا می چیکار میکنید بنویسم بهتره الگوریتم محاسبه بردار و مقدار ویژه یادداشت بفرمایید این نکته خیلی مهمه الگوریتم یافتن مقدار و بردار ویژه الگوریتم یافتن مقدار و بردار ویژه. خب توی این قسمت یک ماتریس n در n داده شده روی R. خب دو معادله دترمینان آ منهای لاندا آی مساوی با صفر رو حل می کنیم. سه لانداهای به دست آمده مقدار ویژه درسته؟ مقدار ویژه
حالا یه لامدا رو برمی‌داریم دستگاه AX مساوی با لامدا X رو تشکیل میدیم، X هایی به دست آمده 4، X هایی به دست آمده بردار ویژه خواهد شد. این هم در خصوص در واقع بردارها و نقدارهای ویژه. تا اینجا برای فضای آرسه کافی یک پرسپکتیو نسبتاً کلی در خصوص فضای آرسه گفتیم، بردارها، مختصاتشون، ضرب داخلیشون، ارتباطاتشون با هم دیگه. بعد اومدیم گفتیم بردارها توسط ماتریس‌ها انتقال پیدا میشن، در واقع دوران پیدا میکنن، تکنیک ماتریس‌ها آوردیم وسط، ماتریس‌ها معرفی کردیم، ماتریس‌های بالا مثلثی، پایین مثلثی، همانی و در واقع ماتریس‌های معکوس‌پذیر و متقارن، چیزی که در جلسه قسمت مختلف به جزئیات گفتیم، ارتباط معکوس‌پذیری دترمینانت و در نهایت معرفی نقدارهای ویژه که در واقع از اصالت یک ماتریس رو معرفی میکنه. در جلسه بعد خود مقدمات در فضای آرسه تمام شده، به طور مشخص وارد فضای آرسه و توابع چند متغیره بشیم که خیلی مهمه که اساس ریاضی دو هست، حساب دیفرانسیل برای توابع چند متغیره. موفق باشید.